درود به رفقایی که این بحث رو دنبال میکنند و درود به بینندگان تلویزیون برابری. قبل از هر چیز سال نو رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم که هم در زندگی خصوصیتون و در هم مبارزه سال بسیار موفقی رو در پیش داشته باشین و در پیش داشته باشین. و امیدوارم که این سال سال سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. این بحث هایی رو هم که من در اینجا می کنم امیدوارم در خدمت انقلاب باشه. بعد از این می خواهم یه نکته رو بگم در رابطه با بحث هایی که به این دوره از سرمایه داری برمی گرده. اینها بسیار مهمه، نه تنها از این جهت مهمه که ما وارد یه فاز جدید سرمایه داری می شیم. سرمایه داری رقابتی جای خودش رو به سرمایه داری انحصاری میده، بلکه از این جهت هم مهمه که این دوره ای رو که ما داریم بحث میکنیم به یک شکلی خیلی شبیه به این دوره معاصریه که ما توش هستیم. در واقع در این دوره یک جهان چند قطبی امپریالیستی شکل میگیره که رقابت های بین قطب های مختلف منجر به جنگ میشه. الان ما هم در چی؟ در یک جهان چند قطبی به سر میبریم و اگر یادتون باشه تمام هدف بحث ما اینه که مقدمات لازم رو برای تحلیل و توصیف جهان چند قطبی کنونی فراهم کنیم. و چون این دوره خیلی به اون شباهت داره، از جبهات معینی از جهات دیگری خیلی متفاوته، بحث از این جهت مهمه. اگر یادتون باشه ما در بحث قبلی به طور توصیفی این دوره رو در مقابل دوره سرمایه داری رقابت آزاد قرار دادیم و گفتیم در اون دوره در واقع انظر نقطه نظر نیروهای مولده ماشین بخار و از نظر سازمان اجتماعی رقابت آزاد بین سرمایه ها مشخصه اون دوره سرمایه داری بود و در این دوره اومدیم یه سری انقلابات صنعتی رو مطرح کردیم و از نقطه نظر سازمان اجتماعی گفتیم که انحصار چکار میکنه، بچه غالب سازمان اجتماعی سرمایه داری میشه و رقابت رو تحت سیطره خودش در میاره، رقابت هم بین نمیره. بعدم منم قول دارم که چکار کنم، انحصار رو و سرمایه داری انحصاری رو از نظر اقتصادی در این جلسه تحلیل کنم و این کاریه که میخوام الان بکنم. ولی قبل از اون که این کار رو بکنم میخوام یک نقطه تاریخی رو که جنبه دیالکتیکی هم داره چکار کنم مطرح کنم و اون اینه که در آخرین مراحل قرون وسطا که شهرها به وجود میان، تو شهرها در واقع تولید صنعتی پیشوری حاکمه و تولید صنعتی پیشوری به یه شکلی مبتنی بر انحصاراته. یعنی انحصارات این صنف‌های پیشوری وجود دارن و این انحصارات هم مخالف رقابت آزادن و همچی مخالف اینن که یک کارگاه معین چکار کنه، باروری خودشو ببره بالا، یه قیمتهایی رو تعیین میکنه خود صنف به طور انحصاری و همه باید این قیمتها رو چکار کنن رعایت کنن. سرمایه داری در واقع رقابت آزاد یکی از کارهایی که میکنه در واقع این انحصار صنفی قرون وسطای اخیر رو به هم میریزه و به جای اون رقابت آزاد صنعتی رو میگذره. وقتی دوره ای رو که ما الان بحث میکنیم در واقع انحصار چکار میکنه؟ رقابت آزاد رو نفی میکنه. یعنی اگه ما به شکل دیالکتیکی نگاه کنیم رقابت آزاد به اصطلاح دوره اول سرمایه داری سرمایه صنعتی نفی چیه؟ انحصارات قرون وسطاییه و انحصارات سرمایه‌داری نفی اون رقابته. یعنی در واقع نفی نفیه، یه شکلی سنتز اون دوتاست. و در این حالی که انحصار هست به طور کامل رقابت رو از بین نمیبره. بله ما با این مقدمه بریم سر تحلیل خود انحصار. دلیل پیدایش انحصارات چیه؟ دلیل پیدایش انحصارات چیه؟ تمرکز سرمایه است.
تمرکز سرمایه یعنی این که سرمایه عظیمی در دستهای در واقع اندکی متمرکز میشه و به طور خاص سرمایه عظیمی در یک بنگاه تولیدی چیز میشه، متمرکز میشه. بنگاه های تولیدی که چیکار به دست به تولید انبوه میزنن، فولاد تولید میکنن، وسایل برقی تولید میکنن و بنزین تولید میکنن، سنگ آهن تولید میکنن، زغال سنگ تولید میکنن. اینا تولیدشون انبوهه و یه سرمایه عظیمی در اینجا چی میشه؟ متمرکز میشه. از یه طرف اینه اون خود انقلاب صنعتی که وجود اومده تمرکز سرمایه رو در بنگاه های عظیم ایجاب میکنه. از طرفی دیگه دلیل تمرکز سرمایه اینه که در قرن 19 تا سالهای 1970 و حتی بعد از اون چیه؟ بحرانهای مختلفی اتفاق میفته. در هر بحرانی یک سری سرمایه‌دار ورشکست میشن. اینا که ورشکست میشن، وسایل تولید اینا که در واقع شکل سرمایه‌دارانه داره توسط سرمایه‌دارهای دیگر تصاحب میشه و این تصاحب همچی منجر به تمرکز میشه. و اما تمرکز چی میشه؟ انحصار رو به وجود میاره. و این تمرکز به این شکل انحصار رو به دست وجود میاره که شرکت های بزرگی که شاخه های معینی از تولید و اینا توش نقش هژمونیک دارن، تعیین کننده دارن، یا با هم به طور افقی جمع میشن، کارتل درست میکنن، یا ادغام میشن در هم، تراست درست میکنن و این چی پایه های انحصاراته. ولی قبل از اینکه به خود این کارتل ها و تراست ها بپردازیم، یه مقدار من توضیح میدم شرکت سهامی رو. همونطوری که گفتیم در دوره سرمایه‌داری انگلیس بیشتر صاحبان مؤسسات سرمایه‌داری خانواده ها بودن، ولی بعداً شرکت های سهامی جای شرکت های خانوادگی رو گرفت. دلیلش هم این بود که اولا تولید انبوه سرمایه بسیار عظیم رو نیاز داشت و خب یک سرمایه‌دار منفرد یا یک خانواده نمیتونست این سرمایه رو فراهم بکنه. این یکی بود. یکی دیگه هم اجرای پروژه های بسیار وسیعی بود، مثل ساختن بنادر، راه آهن و غیره. کینا هم یک سرمایه‌دار منفرد از پسش بر نمیومد. باید چکار میکردن؟ باید سرمایه های مختلف رو جمع میکردن و در واقع اینو میگن بسیج سرمایه. شرکت سهامی برای این بود. حالا شرکت سهامی چیه؟ به این شکلی که سرمایه لازم برای براه انداختن یک پروژه و یا یک تولید سرمایه داری جمع میشه. بعد هر کسی به اندازه سهامی که داره چکار میکنه؟ از سود اون مؤسسه برداشت میکنه. از سود اون چی؟ شرکت سهامی. خب شرکت سهامی که به این شکل درست میشه و سهامدار به وجود میاد، یک تغییر کیفی هم ایجاد میکنه در رابطه با خود چی؟ سرمایه. سهامدار در واقع اون سهامی رو که داره میتونه تو بازار بورس چیکار کنه؟ خرید و فروش کنه. و در اینجا قیمت این سهام برابر با اون مقدار سودی که این سهامدار از شرکت سهامی دریافت میکنه تقسیم بر نرخ بهره. و چون نرخ بهره کمتر از نرخ سوده، قیمت سهامش در بازار سهام یا در بازار بورس بیشتر از اون سرمایه اولیه‌ای که این برای سهام پرداخته. در واقع این قیمت سهام رو که به این شکل
به دست میاد میگن سرمایه مجازی یا سرمایه تخیلی. چرا اینو میگن؟ به این دلیل که این قیمت سهام اساساً که میتونه بیشترم باشه واقعاً از اون سرمایه اولیه‌ای که سهامدار در اون بنگاه تولیدی رو انداخته، به یک شکلی سرمایه چی؟ مالی یا یه نوعی سرمایه بانکی تلقی میشه و احتمالاً چیه؟ مقدارش بیشتر از چیه؟ قیمت سهام اولیه‌ایه که این تو شرکت تولیدی به کار انداخته. و تفاوت این دوتا در واقع سودیه که صاحب سهام از فروششون میتونه در بازار سهام به دست بیاره. سرمایه تخیلی که به این شکل به وجود میاد، البته یک چیز عامیه در نظام سرمایه داری. مارکس اینو در جلد 3 سرمایه همچیه توضیح میده. در واقع هر نوع درآمدی در سرمایه داری محصول چی؟ نوعی سرمایه پولی، سرمایه بانکی تصور میشه و مقدار اون سرمایه‌ای که این درآمد حاصلشه معادل با این درآمد تقسیم بر نرخ بهره. مثلا فرض کنین یک نفر شکر میکنه ماهی 20,000 دلار درآمدشه. این 20,000 دلار رو فرض کنیم نرخ بهره 2%، اینو تقسیم بر این 2% بکنیم میشه چیزی 50,000 دلار. فرض این تیپیه که این درآمدی رو که این داره چیه؟ 500,000 دلار فکر کنم، محصول اون سرمایه است. اینو به این دلیل میگن سرمایه تخیلی که به هیچ وجه ربطی به اون سرمایه‌ای که در بنگاه به کار افتاده، سرمایه اولیه، نداره. یعنی من اگر سهامی رو خریدم در یک شرکت، اون پولی رو که من دادم صرف خرید وسایل تولید شده و اساساً وابسته به وسایل تولیده و در اون وسایل تولید خفته است، نهفته است و تبدیل به کالا میشه. اون پولی رو که من از فروش سهامم به دست میارم تو بازار سهام و هر کاری رو که من میکنم با این سهامم در بازار سهام، هیچ تأثیری رو اون سرمایه‌ای که در تولید در واقع به کار رفته نداره. این دوتا در واقع دوتا چیز کاملا متفاوتن و در اقتصاد معاصر این خب یه چیز بسیار مهمیه. مثلا شما میتونین تو خبرها بخونین که یک شرکت تولید تراشه های الکترونیکی نویدا، این ارزشش چقدره؟ 3 تریلیون دلاره. وقتی که اینا میگن این ارزشش 3 تریلیون دلاره، یعنی ارزش سهام این در واقع بنگاه تولیدی تراشه در بازار بورس 3 تریلیون دلاره. اگر سرمایه واقعیشو در نظر بگیری، یعنی ماشین آلاتی رو که هست، تمام ساختمان ها و زمین های رو که داره، تمام خدمات و کالاهایی رو که همین الان تولید کرده و داره میفروشه، همه همین رو در نظر بگیری، ممکنه از 3 میلیارد دلار بیشتر نباشه. در واقع سرمایه تخیلیش یا ارزشش تو بورس 1,000 برابر ممکنه بیشتر از اون ارزش واقعی باشه که چیه؟ به طور مادی و واقعی در خود کارخونه و در کالاهاش و خدماتش چیه؟ نهفته است. این یک چیز اساسیه که در سرمایه‌داری انحصاری چکار میکنه؟ عمل میکنه. و اساسا بازار بورس بر مبنای این تشکیل میشه. بازار بورس در واقع بازاری که در اونجا چی؟ ارز مبادله میشه، یک سری کالاها مبادله میشن، البته کالاهایی که در آینده قراره تولید بشن، و انواع و اقسام اوراق بهادار. اینا در اونجا چی؟ مبادله میشن و خرید و فروش میشن و اساسا خود سهام و یا هر چیزی که در اونجا خرید و فروش میشه، دو فاکتور در تعیین قیمتاشون دخیلن. یکی نرخ سوده، نرخ سودی که وجود داره، و دیگری چی؟ نرخ بهره است. اینها درش دخالت دارن
و در این چی و در مبادلاتی که در چیز صورت میگیره، در بورس صورت میگیره، هدف اینه که خرید و فروش بشه و از این خرید و فروش سود بیشتری به دست بیاد. و یک اصطلاحی هست به فرنگی به اسم اسپیکولاسیون که در واقع به این معنیه که طرف یک سهامی رو میخره با این امید و با این حدس و گمان که چکار کنه که این سهام مثلا خیلی گرونتر بفروشه. و سهام کارخونه ها در واقع تابع چیه؟ نرخ سودشونه. با بالا رفتن و پایین رفتن نرخ سود مثلا جنرال موتورز یا نویدا یا هر شرکت دیگه، سهام هم چکار میکنه؟ نوسان پیدا میکنه. ولی در هر صورت این بازار سهام و بازار بورس هم در کنار اینا وجود میاد و از پدیده های این دوره است. حالا بریم ببینیم که اساسا انحصار چطوری به وجود میاد. ما صحبت کردیم از چی؟ از شرکت های سهامی و شرکت های بزرگ. در این دوره در واقع دو نوع شرکت های اساسی و بزرگ به وجود میاد در کنار شرکت راهن ها و صنایع حمل و نقل. یکی شرکت های استخراجیه، یعنی اون کمپانی هایی هستن که چیکار میکنن؟ سنگ آهن استخراج میکنن، زغال سنگ استخراج میکنن و دیگر اشکال چی انرژی رو استخراج میکنن. شرکت های بزرگی دیگه که در این دوره به وجود میاد شرکت هایی هستن که همین زغال سنگ و مواد اولیه رو ازشون استفاده میکنن و مشغول به تولید انبوه هستن. در واقع اولین تمرکز سرمایه در این دو قسمت به وجود میاد، یک بنگاه های عظیم تولیدی به وجود میاد و این بنگاه های تولیدی عظیمی که به وجود میاد اینا با هم متحد میشن و از طریق اتحاد با هم انحصارات رو به وجود میارن. اولین شکل اتحاد اینه که اون شرکت هایی که تولیدی و شرکت هایی که مواد خام و استخراج میکنن اینا با هم متحد میشن. مثلا یه شرکت بسیار بزرگ زغال سنگ یا استخراج زغال سنگ یا استخراج سنگ آهن چکار میشه؟ با صنایع فولاد اینا با هم متحد میشن. این اتحاد این حسن داره که اون کسایی رو که واسطه تجارت بین اینا هستن حذف میکنه و اون سودی رو که باید به اونا تعلق بیره از اونا گرفته میشه، کنار زده میشه و خود این اتحاد اینو چکار میکنه؟ به جیب میزنه. و این سنگ بنای در واقع چی میشه؟ ایجاد اتحادهای بسیار بزرگ بین صنایع میشه. در ادامه این دو تا اتحاد دیگه صورت میگیره، دو شکل از اتحاد. یه شکلش اینه که یک تعداد زیادی از شرکت‌های بسیار بزرگ که در یک رشته معینی از تولید فعالیت میکنن اینا میان چیکار میکنن؟ اینا میان با هم متحد میشن و یک کارتل درست میکنن. کارتل یعنی این که شرکت‌های بسیار بزرگی که در یک رشته تولید در واقع کالاهای معینی رو تولید میکنن با هم جمع میشن، متحد میشن و هدفشون از این اتحاد اینه که قیمت‌ها رو تعیین کنن و قیمت‌هایی رو که تعیین میکنن بالاتر از چیه؟ بالاتر از قیمت تولیده و به این طریق سود فوق سود به جیب میزنن کارتل‌ها و عرضه و تقاضا رو مهندسی میکنن و قیمت گذاری میکنن. یه شکل دیگه ای که در این دوره انحصار به خودش میگیره اینه که بسیاری از شرکت ها در هم ادغام میشن. اینا شرکت هایی هستن که فقط در یک رشته تولید کار نمیکنن، در رشته های مختلف تولید که به هم وصله، مثلا هم رشته های معادن به استخراج و رشته های تولید، اینا میان با هم متحد میشن و در هم ادغام میشن و یک شرکت خیلی اتحاد بزرگی رو ایجاد میکنن که این اتحاد چیه؟ تراسته. و تراست هم همون اهداف این کارتله. یعنی تراست میاد چیکار میکنه؟ قیمت در بازار دخالت میکنه، بازار مهندسی میکنه و در واقع تراست تقسیم کار اجتماعی رو محدودتر میکنه
یعنی بازار و مبادله رو بین بخش های وسیعی از تولید که در هم ادغام شدن حذف میکنه و خب همین حذف سرمایه تجاری نرخ سود این تراست رو چکار میکنه؟ بالا میبره. بنابراین تراست ها و کارتل ها اشکال اساسی چی هن؟ انحصار هن که در این دوره شکل میگیرن. اینا از سه وسیله یا سه ابزار اساسی برای تحکیم و برقراری انحصارات استفاده میکنن. در واقع سه نوع فرم انحصار وجود داره. یکی از اینا انحصارش طبیعیه. این انحصار طبیعی معنیش چیه؟ خب معادن زغال سنگ تو زمین هم دیگه در جای مشخصی هستن و اون صاحب زمین چیه؟ اینا رو تو انحصار خودش داره. شرکت هایی که معادن زغال سنگ، معادن آهن یا هر معدن دیگری رو در تصرف خودشون دارن به چی هن؟ یک انحصار طبیعی دارن در رابطه با اینا و میتونن قیمت های این مواد اولیه رو خودشون تعیین کنن و اساسا من بحث رانت رو نمی کنم در اینجا، رانت زمین رو اضافه کنن، انواع و اقسام رانت زمین رو بر چی؟ بر قیمت های این مواد اولیه و از این طریق چکار کنن؟ سود ببرن. یه شکلی دیگه انحصار چیه؟ انحصار قانونیه. یعنی در این دوره همونطوری که قبلا گفتم، هفته قبل گفتم، دوره ابداعات و اکتشافاته و این اکتشافات هم چیه؟ انحصاری میشه. یه چیزی هست به اسم پتنت یا پاتنت، نمیدونم فارسیش چیه. خب کسی که یه ابداعی رو میکنه، کسی دیگه اگر خواست از این ابداعش استفاده کنه باید بهش چی بده؟ باید بهش یه حقی بده و اساسا اینا میتونن چکار کنن؟ به کسی اجازه ندن که از پاتنتشون استفاده کنه. و بعضی از اکتشافاتی رو هم که میکنن اصلا سر تجاری میکردنش، یعنی اساسا با کسی در میون نمیگذاشتن. و اینا خودش چیه؟ پاتنت ها نوعی از چیه؟ از انحصاره، ابزار انحصاره. آخرین ابزار انحصار، انحصار چی؟ اقتصادیه. یعنی در رشته تولید اون چنان به سرمایه بزرگی احتیاج داره که اساساً ورود یک سرمایه تازه بهش کلی سرمایه میخواد و این اونهایی که به اصطلاح در واقع چیز رو تشکیل دادن، تراست رو تشکیل دادن، اجازه نمیدن به اونها. در واقع بانک ها رو هم دارن کنترل میکنن و خود بانک ها هم چیه؟ در این تشکیل شکلی تراست ها دخیلن و اساسا اجازه نمیدن که یک سرمایه نوپایی بیا چکار کنه تو این رشته ها، سرمایه گذاری کنه. به خصوص این که صنایع استخراجی و صنایع تولیدی با هم متحدن. در کنار این قیمت گذاری و یک پدیده چیز وسیله دیگر انحصار هست، قیمت های بالای قیمت های چیز رو تعیین میکنن، قیمت تولید و سود فوق‌العاده به جیب میزنن، ولی در این حال بازار رو مهندسی میکنن. مثلا اگر بخوان یه رقیبی رو ورشکست کنن ممکنه چیکار کنن؟ اساسا یه دفعه قیمت ها رو بیارن پایین، حتی پایین تر از چی؟ قیمت تولید بیارن که اون ورشکست بشه. در واقع انحصار اقتصادی هم یک چیز وسیله بسیار قدرتمندیه که انحصارات در واقع از اون استفاده میکنن برای اینکه قیمت ها رو تعیین کنن، برای اینکه رقباشون رو از میدان ببر کنن و برای اینکه بازار رو کنترل کنن. به طور کلی بازار سرمایه و بازار کالا رو اینو کنترل میکنن. به طور کلی با این یک نکته با اهمیت اینه که علارغم هژمونی انحصار و شرکت های انحصاری، هنوز رقابت چیه؟ کاملا از بین نرفته. بین خود کارتل ها و بین خود تراست ها هنوز
رقابت وجود داره، ولی یه رقابت چی کنترل شده است. از سوی دیگه سرمایه غیر انحصاری هم وجود داره، کل سرمایه اجتماعی انحصاری نشده و بین در واقع بنگاه ها و سرمایه های انفرادی غیر انحصاری رقابت هم کماکان چیه ادامه داره. به طور کلی هدف از تشکیل این سرمایه انحصاری تحصیل یه سودیه که بالای سود متوسطه و در نتیجه سرمایه انحصاری ضرورتا سودشون چیه؟ زیر نرخ سود سرمایه متوسطه. تا اینجا ما انحصار رو توضیح دادیم که مکانیسمش چی بود و چطوری به وجود اومد، شرکت سهامی رو توضیح دادیم و سرمایه تخیلی و تفاوتش رو با سرمایه واقعی توضیح دادیم، بازار بورس رو خیلی گذرا توضیح دادیم. الان باید سرمایه مالی رو توضیح بدیم که سرمایه مالی چیه. در واقع سرمایه مالی یک شکل جدیدی از سرمایه است که در این دوره به وجود میاد. قبل از اینکه سرمایه مالی رو توضیح بدم، فقط اینو میخوام تاکید کنم که بنیاد تولید سرمایه داری کماکان مبتنی بر تولید چی؟ ارزش اضافه و انباشت ارزش اضافه است. یعنی در واقع پیدایش سرمایه انحصاری این قانون اساسی سرمایه داری رو تغییر نمیده، فقط ارزش اضافه به شکل جدیدی توضیح میشه. اگر یادتون باشه در رقابت آزاد من گفتم که سرمایه اجتماعی چیکار میکنه؟ کل ارزش اضافه رو جمع میکنه و هر سرمایه‌ای به اندازه خودش در تناسب به مقدار خودش بر طبق یک نرخ سود متوسط از این ارزش اضافه سود میبره، سود جمع میکنه. سرمایه انحصاری توضیح اصل جدیدی رو برای توضیح ارزش اضافه برقرار میکنه. سرمایه های انحصاری چیکار میکنن؟ از یه نرخ سودی بالاتر از نرخ سود متوسط اجتماعی بهره مندن و سرمایه های غیر انحصاری از یک نرخ سودشی پایین تر از نرخ سود متوسط اجتماعی بهره مندن. بل ما بریم سر توضیح چی؟ سرمایه مالی. سرمایه مالی از امتزاج سرمایه بانکی و سرمایه صنعتی تشکیل میشه و این امتزاج چیزیه که مختص به این دوره انحصاریه. برای اینکه این امتزاج رو بفهمیم، اول لازمه که مفهوم سرمایه صنعتی و هم سرمایه بانکی رو بفهمیم، این دوتا رو. سرمایه صنعتی چیه؟ اگر یادتون باشه وقتی که ما داشتیم بحث میکردیم فرمول عام سرمایه رو، فرمول عام سرمایه اینطوری بود: پول، کالا، پول. در واقع پول دومی بیشتر از پول اولی بود و اساساً این تفاوت این دو تا پول ارزش اضافه بود و این ارزش اضافه رو در پروسه تولید می‌کردند. یعنی سرمایه‌دار چیکار می‌کرد؟ در بازار نیروی کار و وسایل تولید رو می‌خرید، اینا رو به راه می‌انداخت، یک کالایی تولید می‌کرد و این کالا چیه؟ حاوی ارزش اضافه بود. این فرمول عام سرمایه بود. الان برای اینکه مفهوم سرمایه صنعتی رو بفهمیم، باید فرمول گسترده سرمایه رو مطرح کنیم. فرمول گسترده سرمایه اینه که سرمایه‌دار یه مقدار پول داره، این پولش سرمایه است، تو بازار کالا می‌خره. این کالاها شامل چی؟ وسایل تولید و نیروی کاره. این حلقه اول سرمایه صنعتیه.
یه سرمایه پولیه. بعد نیروی کار و وسایل تولید رو در پروسه تولید به کار میگیره. وسایل تولید و نیروی کار در پروسه تولید چی هم؟ سرمایه تولیدی هم. توجه کنید که سرمایه تولیدی با سرمایه صنعتی متفاوته. سرمایه تولیدی فقط یک حلقه از سرمایه صنعتیه. خب اینا رو در پروسه تولید به کار میگیره و کالا تولید میکنه، یک توده ای از کالا. این توده از کالا سرمایه کالایی هستند. چرا سرمایه کالایی هستند؟ برای این که این کالاها از یک سو حاوی ارزش سرمایه به کار گرفتن و از سوی دیگر حاوی ارزشی هستند که در پروسه کار مونا اضافه شده. این چیه؟ کالا سرمایه است. کالاها رو وقتی بفروشی و دوباره پولش کنی، این پولی که به این شکل به دست می آید در نهایت پول سرمایه است. چرا پول سرمایه است؟ به خاطر اینکه این پول حاوی اون سرمایه اولیه به اضافه ارزش اضافیه. اگر تکرار کنم، در واقع سرمایه صنعتی از حلقه های زیر تشکیل میشه. اون سرمایه اولیه که به شکل پول بود صرف خرید کالا شد، دوم سرمایه تولیدیه، یعنی سرمایه‌ای که در پروسه تولید داره حرکت میکنه، سوم کالا سرمایه است که ارزشیه که با حاوی ارزش اضافه است و در درون کالاها نهفته است، و بالاخره پول سرمایه است که چیه؟ که این کالاها فروخته شده و سرمایه اولیه به اضافه چیه؟ ارزش اضافه است. این میشه چی؟ سرمایه صنعتی و لحظات اساسیش که مارکس دوران سرمایه رو، این سرمایه صنعتی رو سه شکل دورانش رو در جلد دوم سرمایه بحث میکنه. این بحث الان مورد توجه ما نیست، تا همینجا برای ما کافیه که سرمایه صنعتی چیه بود در زمان دوره رقابت آزاد و چه لحظاتی رو داشت و چه اشکالی رو. بریم سر سرمایه چی بانکی. ببینیم بانک ها دو تا کارکرد داشتن. یک کارکردشون بود که چیکار میکردن؟ یه خدماتی رو انجام میدادن. تا جایی که کارهای خدماتی انجام میدادن، اینا هم چی میتونه به سرمایه صنعتی وصل بودن و سود میبردن. یعنی به میزان سرمایه‌ای رو که صرف این تولید خدمات میکردن و طبق نرخ سود متوسط از سود میبردن. این یک کارکرد بانک‌ها بود که کارکرد فرعیشون بود. کارکرد اصلی بانک‌ها این بود که پول رو جمع میکردن. پول حالا ما هر کس پسنداز میکرد، کارگر یا سرمایه‌دارا ارزش اضافه‌ای رو که تولید میکردن نمیتونستن بلافاصله اینو انباشتش کنن، چون کافی نبود اینو تو بانک میذاشتن. بعد بانک چیکار میکنه؟ این پول رو وام میده. وام میده به کسایی که ازش وام میگیرن. این سرمایه‌ای که وام داده میشه چیه؟ سرمایه رباییه. و بانک چکار به عنوان رباخار سرمایه رو چکار میکنه؟ وام میده. و چیزی رو که به دست میاره بهره است. بهره اساساً و کیفیتاً چیه؟ با سود متفاوته. و اساساً سرمایه بانکی یک لحظه ای از سرمایه صنعتی نیست، متفاوته، بیرون از اونه. به همین دلیل مارکس وقتی داره بحث میکنه رابطه بهره و سود بنگاه رو، بحثش این تیپیه که یک بنگاه چکار میکنه؟ بنا به میزان سرمایهش یک نرخ سود و نرخ سود متوسط یه مقدار سود به دست میاره و مجبور از این سودی که به دست آورده به این ترتیب یه مقدارش رو بده بشی به عنوان بهره به اون بانکداری بده که از اون وام گرفته. تاجر هم همینطوریه. یعنی تاجر وقتی کالا میخره و میفروشه از نرخ سود متوسط بهره مند میشه
ولی اگر سرمایه مال خودش نباشه، وام گرفته باشه از بانک یا از کسی دیگه، باید بهره بپردازه. یعنی در اینجا بانک و بهره بیرون از در واقع سیکل دورانی سرمایه صنعتی قرار میگیرن. این اون پدیده ایه که مارکس اینو در جلد 3 سرمایه تحلیل میکنه. این جدایی اونجا هست و به همین دلیل بانک به عنوان در واقع یک رباخار و یک زالو به بدنه برنامه سرمایه صنعتی چسبیده. و اما در این مرحله انحصارات یک تغییر اساسی به وجود میاد، یک تغییر کیفی صورت میگیره و این تغییر کیفی شکلی سرمایه مالیه. چگونه؟ همونطوری که در صنایع تمرکز به وجود میاد و کارتل ها و تراست ها ایجاد میشن و انحصارات ایجاد میشن، بانک ها هم در مقابله با صنایع متمرکز میشن، بانک های مختلف ادغام میشن، بانک های بزرگ ایجاد میشن و ضرورتا باید اینطوری باشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی کارتل ها و تراست ها در صنایع به وجود میاد، اینا خیلی قدرتمند میشن. سرمایه داری در واقع صنعتی بسیار قدرتمند میشه. بانک ها هم باید چی؟ متمرکز بشن و تا بتونن قدرتمند بشن و با اینا از یه موضع قدرتمندی روبرو بشن. حالا ما با این پدیده روبرویم. از یک طرف ما چی داریم؟ تمرکز بانک ها رو داریم، تشکیل شدن یک بانک های بسیار عظیمی رو داریم، از طرف دیگه تراست ها و کارتل ها رو. و در اینجا یک اتحادی بین بانک ها و چی به وجود میاد؟ سرمایه صنعتی. یعنی بانک ها علاوه بر اون کارکردهای قبلی که داشتن، یک کارکرد جدیدی رو چکار میکنن؟ اتخاذ میکنن. کارکرد قبلیشون چی بود؟ وام دادن پول بود، جمع کردن پول و وام دادن پول و به خاطر اون بهره دریافت بهره. این کارکردشون کماکان چی بود؟ ادامه داشت. یه کارکرد دیگرشون این بود که یه سری کارهای خدماتی انجام میدادن، مثلا برای شرکت‌ها حسابداری میکردن یا مردم پولشون رو تو نگه میداشتن و گفتن که این در واقع کارکرد سرمایه بود و به خاطر این سود میبردن. الان بانک‌ها یک کارکرد جدید رو پیدا میکنن و اون کارکرد جدید اینه که اینا میان متحد میشن با شرکت های بسیار بزرگ انحصاری در واقع تولیدی و خودشون مستقیما در تولید سرمایه گذاری میکنن. یعنی بانک به جای اینکه بیرون از سیکل سرمایه صنعتی باشه، میاد چکار میکنه؟ خودش سرمایه گذار میشه. یعنی خود بانک چی میشه؟ سرمایه دار صنعتی میشه. البته کارکردهای دیگر خودش رو هم چی داره و این خب یک تحول بسیار بزرگیه. یعنی البته این هم هست که خود شرکت‌های بزرگ هم سهامدار بانک‌ها میشن. بانک‌ها و این شرکت‌های بزرگ انحصاری از طریق بازارهای سهام و بورس در یکدیگر سرمایه‌گذاری می‌کنن و در واقع به هم وصل میشن. ولی این کارکرد اساسی که بانک به این شکل پیدا میکنه، یعنی مستقیما خودش سرمایه گذاری میکنه در تجارت و به خصوص در تولید، اینو میگن چی؟ سرمایه مالی. یعنی در واقع امتزاج سرمایه بانکی و سرمایه صنعتیه و خب این امتزاج بین در واقع سرمایه بانکی و سرمایه صنعتی که دو ستون در واقع انحصارات رو تشکیل میده، به انحصارات یه قدرت عظیمی رو میده. یعنی این انحصارات در واقع یک بخش عظیمی از کل سرمایه اجتماعی رو کنترل میکنن، بخش عظیمی از بازار رو کنترل میکنن، بخش عظیمی از صنایعی رو که نقش هژمونیک دارن در هر بازار ملی، اینا چکار میکنن؟ اینو کنترل میکنن، قیمت گذاری میکنن و اساساً یک همچین پدیده‌ای رو که ما الان باهاش روبرو هستیم که از یک طرف انحصار و از طرف دیگه اتحاد سرمایه صنعتی یا
ادغام شدن صنعتی و سرمایه بانکی در سرمایه مالی مشخصاتش هستند مرحله جدیدیه. این خیلی مهمه، مفهوم سرمایه مالی، چون ما با یکی از رفقا بحث میکردم، اون یک مطلبی رو مطرح میکرد و اون این بود که بعد از پدید آمدن نیولیبرالیزم در دهه 80 میلادی قرن بیستم، اساساً سرمایه مالی به شکلی که من الان توضیحش دادم و این توضیح رو در واقع توضیحی که هیلفردینگ میده و لنین میده و من از اونها گرفتم، اون رفیق من ادامه میکرد که این دیگه موضوعیت خودش رو در دوران نیولیبرالیزم از دست میده و در دوران نیولیبرالیزم بانک ها از سرمایه صنعتی جدا میشن و دقیقا همون نقشی رو به عهده میگیرن که در زمان مارکس مطرح بود. و این خب یه بحث اساسا چیه؟ غلطیه. ببینید رفقا، من تا الان در واقع کاری رو که کردم، هفته قبل قول داده بودم، این بود که سرمایه در واقع انحصاری و سرمایه مالی رو از نظر اقتصادی تحلیل کنم. این یه مختصری رو من در اینجا گفتم، مشخصات اساسی رو ذکر کردم. در هفته بعدی در واقع به این میپردازم که اساسا شکل بحران این سرمایه داری انحصاری و مالی چیه و چرا نرخ سود کل سرمایه اجتماعی ضرورتا در این دوره اصلا نزول پیدا میکنه و دلیل صدور سرمایه امپریالیسم و جنگ های امپریالیستی چیه، در اینو در هفته بعد تحلیل میکنم. خیلی ممنون.